خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. حتما شما هم دیدید بعضی از این ویدیوهای دوستان ایرانی که اولش مینویسه آنچه خواهید دید. من اصلا نمیفهمم منظورشون چیه. یعنی من حالا نگاه میکنم این چیزایی که نشون میده، میگم نه اینا خوب نیست، میزنم بره، یا من به خاطر تایتلی که نوشته میام اینو میبینم. در صورت به نظر من یک کار اضافی، بیخودی و وقت کشی هست. امروز یک شنبه از پنجم شهریور 1402 برابر با 27 آگست 2023 ما مدتی در زندان فیسبوک بودیم. عجب زندانیه واقعا. خوب شما را عادت میدن به یه چیزی، بعد اونو ازتون میگیرن. اجازه بدیم ما ببینیم اگر دوستانی هستن که اینجا به ما بگن صدا و تصویر چگونه هست. این میکروفون رو بیاریم بذاریم این بالا که بهتر صدا بگیره، بعدم بیایم در قسمت فیسبوک خودمون ببینیم اگر اجازه میده با صفحه مردم تیوی شیر کنیم، چون این آپشن رو هم فعلا ازمون گرفتن. نمیدونیم خود فیسبوک اشکال داره یا اینم جزء تنبیهاتشون هست برای ما. و اما بله، اینجا ببینید نمی‌نویسه که میشه با پیج به اصطلاح شیر کنیم یا نه، فقط نوشته شیر ناو وید مردم تیوی لایو. مردم تیوی لایو یک گروهی بود که ما درست کردیم، به دوستان گفتیم هر کی میخواد بیاد عضوش بشه، و تعداد زیادی هم اونجا نیومدن. طرف میگه خب میام تو همین برنامه خودش میبینم دیگه، چه اصراریه که برم اونجا. و اما آنچه خواهید دید در اول ویدیوهای دوستان ایرانی، ما گفتیم شاید شما مریض شده باشین مثل اونها، براتون بگیم که چه چیزایی رو توی برنامه امروز میبینید. داستان دوختن دهان فرخی یزدی که بعضیا میگن راسته، بعضیا میگن دروغه، در این مورد صحبت میکنیم. و ماجرای ترامپ که بالاخره بعد از با داشتن بیش از 90 اتهام، جورجیا، ایالت جورجیا تونست این رو بکشه داخل زندان و ازش عکس بگیرن، که ازشون عکس میگیرن که اینم آقای تبریزی، متاسفانه نمیتونم ساعتی که قراره با ایشون صحبت کنم نمیشه، ولی خب خوب شد نوشتن که میخوان یه برنامه بذارن 26 اول مهر ماه که معرف روز عدالت هست، میخوان یه برنامه بذارن، من رو هم پیشا پیش دعوت کردن، ممنونم. در اصل دوستان، من اینجوری نمیتونم همه این چیزایی که اینجا نوشتم یکی یکی و اینجا نوشتم و توی فایلای کامپیوتر نگه داشتم براتون بخونم. شما تا جایی که دوست داشته باشید بشینید تماشا کنید، وقتی دوست ندارید برید یه جای دیگه. اول از هر چیز بذارید از اون روان پریش بینندهی که فکر میکنه واقعا سوربی یک هیولا هست، تلویزیون مردم یک دستگاه پروپاگاندای قوی هست که 85 میلیون ایرانی نشستن از بچه 7 ماهه تا پیرزن و پیرمرد 90 ساله نگاه میکنن و همه گوش به فرمان سوربی هستن. این دیوانه احمق ترسو که با ترس و لرز تماس میگیره، حتی صداش رو هم عوض میکنه، میگه که سوربی دوباره قرار شده انقلاب بشه، تو اومدی که مردم رو منصرف کنی، خاک بر سر تو، خاک بر سر انقلابی که یک نفر مثل سوربی از گوشه آمریکا، از واشنگتن بتونه اونو منحرف کنه. اگه همچین چیزی باشه، یا سوربی قدرت فوق‌العاده‌ای داره که خودش ازش اطلاع نداره، یا اون انقلاب شما به درد عمد میخوره. به احتمال زیاد عمد هم با این سن و سالی که تو داری، او هم مرده و حالا یا در جهنم هست یا در بهشت، یا شبنشینی در جهنم یا خوشی در بهشت. بگذاریم، اگر حرفی برای گفتن دارید، من بارها گفتم، خیلی خوشحالم که حالا اول برنامه میگم، شما هم میتونید زنگ بزنید، شماره تلفن ما میاد روی
این صفحه 202-695-2573 بله هستش، با قرمز هم نوشته میشه. میتونید تماس بگیرید، واتساپ میتونید مجانی زنگ بزنید، صحبت کنید، پیغام بذارید، دیگه من نمیدونم، ایمیل میتونید بفرستید، مثل آدم بگید اینی که شما میگی غلطه، اینی که من میگم درسته. من اتفاقا اونایی رو که مخالف من هستن بیشتر دوست دارم و دنبالشون میگردم تا بیارم ببینم چی تو مغزشونه. در هر صورت بگذاریم، خیلی از شما دوستان هنوز از احوالات آقای مصطفی اسکندری میپرسید. ببینید دوستان، من بارها گفتم تلویزیون‌های ایرانی بعضیاش مثل مدرسه، مثل دبستان کلاس اول با شما رفتار میکنه، میاد میگه این الف، هرچی هم شما نگاه میکنی الف نمیبینی، آ هست، ا هست، این ب هست و الی آخر. بعضی هاشون مثل دانشگاه با شما رفتار میکنن، میان میگن که ما میخوایم در این مورد صحبت کنیم، یه مقدار صحبت میکنن، باقیش با شماست که برید تحقیق کنید و پیدا کنید و اینها. در هر صورت من دوست دارم که تلویزیون مردم مثل یه دانشگاه باشه، یه چیزی رو بیاد به شما بگه، شما برید دنبال کنید. مثل این بچه گنجشگاه، تیله گنجشگاه، شما احتیاج نداشته باشید یه مادر پرندهی باشه بیاد این خوراک رو در دهانش خیس کنه و کوچولو کنه و بذاره تو دهان شما. دیگه از این بهتر من نمیدونم چی بگم. و اما خب فراخوان سالروز درگذشت مهسا، اون داستان جنبش زن، زندگی، آزادی، و میبینید که چقدر مفتضح شده، افتضاح شده. این یکی میگه اون دروغ میگه، اون یکی میگه اون دروغ میگه، ولی از همش افتضاح‌تر یکی دو روز پیش آقای رضا پهلوی اومد یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشت. آخه تو کی هستی که کنفرانس مطبوعاتی میذاری؟ بعدم یه مشتی دوست و رفیقشون جمع میشن اونجا، اعلیحضرت اعلیحضرت شازده شازده میکنن، دو نفر روزنامه نگار درست حسابی مثل آقای رضا گوهرزاده فکر کنم اگه باشه، ایشونو من یه بار دیدم اینجا، اجازه بدیم بینم میتونم پیداش کنم، نوشتم گذاشتم اینجا لایو. بله ایشون هم حتی شکایت کرده بود که این چه کنفرانس مطبوعاتی بود، با قرمز هم نوشته بود. بله مشکلی به نام پیرامونیان شازده، گروه سایه‌ای که نقش حذف بازی می کند. اینو من براتون تصویرشو بزرگتر کنم ببینیم که چه می شود. ریشیو نه، سکرین کپچر، سلیکت ایریا، بله اینجا رضا گوهرزاد، ببخشید اگه من اسم ایشون رو درست تلفظ نکردم. میایم توی کامرای 3، بله ببینید آقای رضا گوهرزاد، اینا از روی فیسبوکشون، شما میتونید برید روی فیسبوکشون نگاه کنید، با ایشون آشنا بشید، با نوشته هاشون. یکی از این برنامه گذاران و خبرنگاران قدیمی هستن و ایشون نوشته کنفرانس خبری بدون حضور روزنامه نگاران آزاد. یعنی چی؟ یعنی دوباره همون یه مشتی بادمجون دور قابچی و بله قربانگوهایی که آقای چیزم میگو من میترسم که دوباره حکومت بله قربانها بیاد سر کار. و اما این هم فراخوان سالروز مهسا که 25 شهریوره و یه شماره تلفنی هم یکی گذاشته بود، بذارید زنگ بزنیم ببینیم کیه. اینها حتی اسم خودشون رو هم نمی نویسن زیر یادداشت ها، زیر فراخوان ها، و اینجوری میخوان اگر خوب شد بگن ما بودیم، اگه بد شد اصلا برن از صفحه تاریخ کنار و صحبتی نباشه. 62-76 من شماره رو براتون میخونم، 818-943-6276. ببینیم اینا کی هستن، چی میگن، مردم باید چه کار کنن. Please leave your message for 8189436276. همجور که حدث میزدیم پیامگیره، البته امروز روز یه شنبه. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. من یکی از این
پوسترای شما یا فلایرای شما یا آگهی شما یا فراخوان شما رو در این صفحات مجازی دیدم و فکر کردم که امروز چند دقیقه با شما صحبت کنیم تا به مردم بگید که شما کی هستید، از طرف چه سازمانهایی به اصطلاح فراخوان به مردم داده میشه، مردم چه کار کنن، کجا بیان. چون دیدیم که حتی در نشست خبری که آقای رضا پهلوی اونجا بود هنوز نمیدونن که همه یک جا جمع بشن یا همه جا جمع بشن. در هر صورت اگه لطف کنید با تلویزیون مردم تماس بگیرید ممنون میشم. شماره تلفن ما هست 202-695-2573 مردم tv.com و info@mardomtv.com. روز روزگار و شما خوش. امیدوارم تا قبل از 25 شهریور ما بتونیم با شما چند دقیقه صحبت داشته باشیم. مرسی. خب دوستان، شما چی فکر میکنید؟ چه خواهد شد؟ آیا باز مثل اون جنبش خودجوشی که سال قبل شروع شد و آخوندان موندن توش که چه کار کنن، ولی به دلیل اینکه نه رهبری بود، نه برنامه‌ای بود، نه پولی بود، نه از خودگذشتگی بود که کسی بگی من حاضرم برم اونجا. امروز باز دیدم این آقای اسکندری خیلی دوست داره خودش رو ورزشکار نشون بده و من فکر میکنم اینشون همیشه میترسه که یه نفر بهش صدمه بزنه. میدونید که بعضی از جانورها هستن که مثلا یه ماهی هست خودش رو پف باد میکنه که بترسن ازش. حیوانای دیگه هستن که وقتی که میخوان دعوا کنن یا بجنگن با یکی دیگه خودشون رو بزرگتر میکنن. حتی این سگ و حیوان اینا میدونید این موهاشون اینجوری میاد بالا که بزرگتر نشون داده بشن. من فکر میکنم آقای مصطفی اسکندری از اون چیزی که هست سعی میکنه خودش رو بزرگتر نشون بده. امروز 30 اینچ، 30 اینچ درست میگم، یه 2 فوت یه 1 فوت میشه 30 اینچ، دو تا چی گذاشته بود و میگفت حالا پرش از 30 اینچ. من فکر کردم 30 فوته، میپرید بالا میپرید پایین. من براش نوشتم ای کاش خمینی هم مثل شما بالا و پایین میپرید و خودش رو سر کار میذاشت. حالا منتظرم که ببینم چی میگه. خیلی هم بهش بر میخوره فوری. در هر صورت شما برید نگاه کنید، اینم یه تبلیغ مجانی برای آقای مصطفی اسکندری. فراخوان سال روز مهسا 25 شهریور، شماره تلفنش هم بهتون گفتم 818-943-6267. و اما فیلم گوزنها به خاطر 28 مرداد، هر سال که 28 مرداد میاد چند تا موضوع مطرح میشه. یکیش از دنیا رفتن شعبون بیمخه، یکیش ماجرای این که این رستاخیز ملت ایران بود یا کودتا بود. بابا دیگه آمریکا، انگلیس همهشون میگن ما غلط کردیم کودتا بوده، ولی این شاه الله دست بر نمیدارن میگن نه رستاخیز بوده. حالا این رفتابیخ شما که خود شاه هم میگفت ای کاش من رفته بودم گاوداری و اینها و الان توی آمریکا زندگی میکردم. یعنی خود شاه هم پشیمون بود، حالا چه رفتابیخ بوده چه کودتا بوده بگذاریم. و یه چیز دیگه که میاد داستان سینما رکس و آتش سوزی سینما رکس هست که ما آخر نفهمیدیم این سینما های جای 300 نفر داشته، جای 400 نفر داشته، جای 700 نفر داشته، ولی فیلم های زیادی هست. ولی برید اون منابع موثقی که اگه فیلم هم می سازن با سند و اینها هست. مثلا آقای رامین پیرامون میگه من شب رفتم اونجا رد شدم. آقای رامین پیرامون هم دوست داره خودشو داخل همه جریان ها بندازه. یادم چند سال پیش تو هلند یه جایی نزدیک خونهش، اونها خدا میدونه خونهش کجای بدی بوده که اینجوری تیراندازی یا دزدی موزی شده بود، اومده بود میگه میخواستن منو ترور کنن، مواد مخدر اینا داشتن میفروختن. مهم نیست، حالا شما خیلی مهمی ها، مواظب خودت باش. فیلم گوزنها هم یکی دیگه از اینایی هست که 28 مرداد که میاد صحبتش میشه. چون این فیلم در حال نمایش بوده که سینما رو آتیش زدن. کی آتیش زده هنوز معلوم نیست چون متاسفانه همه دروغ میگن، ولی در آتیش زدن سینماها آخوندها چندین بار خودشون اقرار کردن که بله برید بسوزونید و فلان اینا. حتی رو منبر و رو منبر و مساجد و اینا هم در مساجد هم گفته بودن.
فیلم گوزنها چرا اسمش گوزنها هست یه فلسفه علکی پشتشه که آقای مسعود کیمیایی فکر کرده که گوزنها با این پاهایی نمیدونن اینجوری میدونن ولی شاخشون در درختها گیر میکنه، هیچ ربطی با اون نداشت. این فیلم یکی دو بار عوض شده داستانش، و اگه میتونید برید اون داستان اصلیش رو پیدا کنید، میدونید که اینایی که فکر میکنن الان سانسور اومده تو ایران خبر ندارن که حتی شعر نماز فریدون فروغی بود، فریدون فروغی عوض کردن در زمان شاه، گفتن بگو نیاز، تو نمیتونی بگی من نمازم تو رو هر روز دیدنت، بگو من نیازم تو رو هر روز دیدنت. خلاصه ما ملت بدبختی هستیم از زمان قاجار، بعد زمان پهلوی، زمانی که همه دنیا داشت صنعتی میشد و پیشرفت میکرد. ترکیه رو ببینید کجا رفت دوره آتاتورک. رضا قلدری اومد حالا برای یه پلی که ساخته و نمیدونم یه دانشگاهی که از قدیم دانشگاه بوده و دانشگاه ایران معروف بوده، دیگران میمدن اونجا، ما همینجوری باید به این نوه و نتیجه های عقب افتادهشون جواب پس بدیم. در صورت فیلم گوزنها، شعبان بیمخ، کودتای 28 مرداد، انقلاب نمیدونم رستاخیز 28 مرداد، آتش سوزی سینما رکس هم از اون داستان است. من یکم تندتر صحبت میکنم که برنامه هامون کوتاه‌تر باشه، ولی برنامه هامون تا اونجایی که میتونیم شامل اون چیزایی که نوشتیم و یادداشت کردیم باشه. بعد شما هم در همین رابطه اگه سوالی دارید یا نظری دارید، من به اون ببخشید کلمه احمق ها رو استفاده میکنم، چون دیگه بعد از 25 سال اگه هنوز کسی نفهمه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد واقعا احمقه. کلمه احمق کلمه بدی نیست، یکی داناست یکی نادانه، یکی احمقه یکی هوشیاره باهوشه. اون کسی که اینجوریه اگه بفهمه که احمقه اتفاقا شروع دانا شدنش هست. در صورت اینم از این حمله ستار به داریوش، و من وقتی نگاه کردم گفتم بیچاره ملتی که اینها هنرمندانش هستن، خود آقای ستار به خاطر خانواده پهلوی تونسته بره رادیو تلویزیون، ولی خوانندهای خوبی داشتیم که هرگز به رادیو تلویزیون نمی بردنشون. و جالبه اونا رو می گفتن خواننده کوچه بازار، خواننده کوچه بازاری، یعنی خوانندهای مردمی اجازه ورود به تلویزیون رو نداشتن، ولی خواننده هایی که مثلا دختر پادشاه خوشش میمده میتونسته بره اونجا. آقای ستار اینم از این. خب اون روز من رفتم سراغ سیم گوشی تلفن قدیمیم، حالا دیگه میدونی همه از این چیزا دارن که میذاری داخل گوشتون و به اصطلاح وایرلس هست، سیم نداره، ولی خب بعضی وقتا کیفیت اونا بهتره، سیم داره اینا، ولی میگیره این ور ور مثلا از ماشین میخواد بیاد پایین بولا. یه دفعه نگاه کردم دیدم یه سیمش بلندتره. سواله چرا یه سیمش بلندتره؟ خیلی اصلا دقت نمیکنن. دلیلش اینه که وقتی اینو میاری اون سیمی که بلندتره از پشت سر میره میاد برای این گوش، و من بارها به اونایی که میزدم میگفتم بابا اینو از زیر پیرنتون رد کنید، قشنگ چی کنید اینجوری، ولی معمولا ما ایرانی ها دوست داریم هر کاری رو خودمون اونجوری که دوست داریم انجام بدیم. یه دفعه گفتم بپرسم از شما سیم گوشی های تلفن های همراه یا گوشی به قول ایرانی ها چرا یکیش بلندتره؟ دلیلش اینه که وقتی میاد این یکی میره دور گردن، حالا یا از این ور یا از اون ور. کودتای 28 مردم، شاه اسلام پناه میخواست بره دنبال گاو و گوسفند، چرا رضا پهلوی هنوز هم قبول نمیکنه؟ برای که اگه قبول کنه اون وقت نشون میده که اصلا حکومت پدرش یه حکومت غیر قانونی بوده. اونایی که این میگن نه شاه قانونی مصدق رو برکنار کرد، نه خیر، تعداد نماینده ها تو مجلس به حد نصاب نرسیده بود، یعنی باید مجلسی برقرار نمیشد. اصلا داستان ها رو همه عوض میکنن به نفعشون اونجوری که میخوان توضیح میدن، ولی گذشته گذشت و رفت. به قول آقای دکتر جلیل بهار میگفت چرا میگن گذشته؟ برای که در گذشته. و چرا یکی که فوت میشه میگن فلانی در گذشت؟ یعنی دیگه الان زندگی نمیکنه، در گذشته زندگی میکرد. و وای به حال اونایی که در گذشته بخوان زندگی کنن ولی امروز هنوز نفس میکشن، اینا از فردا هم غافل خواهند بود. و
و اما داستان دوختن دهان فرخی یزدی، اینم یکی از داستانهایی هست که به رضا قلدر یا رضا میرپنج یا رضا شاه به اصطلاح وصلش میکنن، ولی بعضی ها میگن اصلا همچین ماجرایی نبوده. حتی به خود فرخی یزدی وقتی که میگن آقا دهانت رو بستن، گفته بوده مگه دهان من دوختن، گفته مگه دهان من گونیه که بدوزن، من راست و دروغشو نمیدونم. اینم از این ماجرا. و ترامپ بیش از 90 تا اتهام، ولی به خاطر 4-5 تاش توی جورجیا بردن و عکسش هم من بهتون اینجا نشون بدم. اینجا میگن ماک شات، میدونی این کافی چیزای قهوه خوری هم میگن ماک، اسپلش هم همینه، ولی من نمیدونم چرا با اون میگن ماک شات. البته ماک شات قبلا یه شماره میدادن دستشون که این شماره نشون میده کی دستگیر شده و کجا در کدام شهر و اینا. تعجب میکنم، بذارید من اینو بهتون نشون بدم. اینجا چیزی روی سینه دونالد ترامپ نیست، و نه فقط دونالد ترامپ، تمام اون 19 نفر 20 نفر هر چند تایی که رفتن اونجا خودشونو معرفی کردن، این ماک شات که دادن همشون میبینید دوربین بالاتره، و این تو زندانه، نه تو دادگاه، نه تو اداره پلیس، رفتن تو زندان عکس گرفتن. البته ترامپ چون شخص شارلاتانی هست و میدونه که از همه جایی پول در بیاره، بعد از 2 سال خورده آمد و توی توییتر که الان به نام اکس شناخته میشه عکسش رو گذاشت و دوباره شروع کرد پول جمع کردن. و به نظر من ترامپ شانسی نداره، خودش هم میدونه. به همین خاطر این بار در دیبیت یا مناظره های اولیه اون کاندیداهای جمهوری خواه شرکت نکرد. البته یه هندی هست کپی همین ترامپ و اون میگه ترامپ بهترین رئیس جمهور بوده برای قرن 21 و به من رأی بدید تا من همون غلط ها رو انجام بدم. یکی ازش بپرسه ترامپ تو این 4 سال چه کار کرد به جز اینکه برای خودش و دختر عقب افتادهش و داماد شارلاتانش پول جمع کرد. اینم از این ماجرا. و اما یک خانمی با آب و تاب نشسته بود شعر میخوند، این خانوما دیگه تو اینستاگرام اینا قوقا میکنن، یکی دیگه اومده اینجاشو جراحی کرده، دماغشو جراحی کرده، موژهشو جراحی کرده، از بغلم فقط حرف میزنه که شما بفهمید این پول داده دماغشو جراحی کرده، جوک میگه، بعدم خودش میخنده. ولی این خانم دکلمه میکنه، گفت سربازی به فرماندهش برای چی به جنگم، فرماندهش گفت برای خاک، گفت برای خاک وطنم که 1 مترشو وقتی پدرم مرد به من فروختین. گفتم ای بابای این آقا 1 متر بوده؟ بعد یکی اومده بود میگو نه، 1 متر در نیم متر، 2 متر در نیم متر میشه 1 متر مکعب. گفتم آقا شما اصلا ریاضیت هم خوب نیست، حساب و هندست هم خوب نیست، 2 متر در نیم متر میشه مربع، وقتی 2 تا حاصل طول و عرض باشه میشه مربع، اگه حاصل ضرب طول و عرض و ارتفاع باشه میشه مکعب. و خلاصه روزگار غریبی است، اصلا این دنیای مجازی واقعا دنیای عجیبی هست. من یه برنامه دیگه شروع کردم، روزا که دارم میرم سر کار چند دقیقه همینجوری چیزا رو میگم، چون انقدر خبر با سرعت میاد و میره که آدم میگه اگه صبر کنم تا یه شنبه، اونم ما وقتی صبر میکنیم میرسه به روز آخر، روز آخرم تازه چی میشه؟ آقای فیسبوک میگه 26 روز شما بازداشتی. اصلا انقدر برای من میفرسه من خندم میگیره، میگم آقا ما اگه آدمم کشته باشیم الان دیگه تو زندانی، تو زندان که دیگه هی شما نباید برای ما جرم اینا شده. مثل خمینی دیدی اونایی که تو زندان بودن، دادگاه رفت بودن، جرمشون به اصطلاح ثابت شده بود، حکمشون بریده شده بود، اونا رو دوباره آورد بیرون اعدام کرد. یعنی آقای فیسبوک هم راه خمینی رو داره. این آقای اسکندری فکر میکنه شق القمر کرده یا فلان فرمول رو کشف کرده که فهمیده فیسبوک دیکتاتوره. نه عزیز من، همه میدونن ولی چاره ای نیست. چه کار کنیم؟ میخوای بری تو صفحه تروت سوشال، من نمیدونم مال ترامپ اصلا چیه، چند نفر عضو شدن اونجا، این مردی که اصلا پول نداره وبسایتش رو راه بندازه. بگذاریم برای چی می جنگیم و اینا. بعد برای این خانمه که نوشتم
این بابای این سربازه 1 متر بوده که براش قبر خریدن و رفته و اینا، مثلا جای عجیبیه. بعد شروع میکنن حمله میکنن، شروع میکنن توهین میکنن، به جایی که فکر کنن من بودم بد نوشتم حالا برم درستش کنم تصحیحش کنم، بنویسم 2 متر و مثلا فوش میدن. ولی امروز یه فیلمی دیدم، یه نفر یه ویدیویی ساخته بود از گویا کارخونه گوشت و اینها، میت پروداکت یعنی تولیدات گوشتی، سوسیس، کالباس اینا. بعد این بنده خدا جایی که نشسته بود پشت سرش عکس یه سوسیس بود، ببخشید اینو میگم، این سوسیس از این ور سرش، از این ور سرش مثل یه آلت تناسلی از دو طرف سرش اومده بود بیرون. من براش نوشتم آقا من نمیدونم خنده بخندم چیکار کنم، این چی آخه؟ من نوشت خیلی ممنون که توضیح دادید، میرم عوضش میکنم. دوستان ویدیویی که میسازین به غیر از اینکه اول خودتون نگاه میکنین، بعد قبل از اینکه پستش کنید، نصبش کنید یه جایی، به دوستانتون نشون بدید، بگید این چه عیب و ایرادی داره. یا اگه همسر دارید، کسی باهاتون زندگی میکنه، به اونها بگید، چون اونها بیشترین انتقاد رو میتونن آزادانه از شما انجام بدن بدون اینکه شما ناراحت بشید. در صورت اینم از این. و اما خیریه ایران، مدارس باز میشوند، پاییز و زمستان در راه است. من یادم رفت میخواستم ویدیوی این دوستان رو در برنامه نشون بدم که الان چقدر مرتب برای بچه ها که کفش و دمپایی و اینها خریدن، هیچ، اینا تو صف وای میسن که خوراک بگیرن، کمتر ریخت و پاش میشه به جای خود. حالا برای مدرسه و اینا هم کمک میخوان. اگه شما هم مایل هستید کمک کنید، با واتساپ من تماس بگیرید، براتون لینک اونا رو میفرستم، مستقیما به خودشون کمک کنید. اگر دسترسی ندارید که به اونا کمک کنید، میتونید به تلویزیون مردم کمک کنید. و مثلا پتیک وقتی میگه این 100 دلار برای اون خیلی است، این 100 دلار رو ما 100 دلار میدیم به اون خیریه، یه سنت و یه پنیش هم ور نمیداریم. ولی اگر یه چیزی باشه که ما بگیم آقا کمک میخوایم، شما کمک کنید، اون وقت ما میدونیم اون کمک رو چجوری خرج کنیم. ولی اگه شما بگید این پول برای این کاره، اون حرف شما بدون هیچ دخل و تصرفی انجام میشه. خیریه ایران، مدارس باز میشن، امروز 5 شهریور، نه؟ بله امروز 5 شهریور، 20 و چند روز دیگه حالا انقلاب بشه که دیگه همه کیف و مدرسه و اینا مجانی، یعنی انقلاب مهسا بشه. آقا رضا نمیدونم گفته میره ایران، من اصلا گوش ندادم، خندم گرفته بود. یه نفر ازش میپرسه خب آقای رضا پهلوی، حالا مردم فقط در تهران جمع بشن یا در همه شهرها؟ اصلا این آقا رو ول کنی، تو تهران بلد نیست برگرده بره خونشون. خب میگه نه، باید همه جا جمع بشن. آخه تو کی هستی؟ تو تا حالا تو چند تا تظاهرات، اعتصابات، حرکت‌های جنبش‌های مردمی شرکت کردی که به مردم دستور میدی؟ واقعا ملت بدبختی هستیم، یعنی چی میگن، نداریم، هیچ کس به فکر ما نیست. بماند حالا صبر میکنیم، ما که این همه عمر صبر کردیم، 20 روز دیگه هم صبر میکنیم، بعد میایم ببینیم چی شد، کیف و مدرسه و شهری و اینا. یا مثلا دیدید این میگن خوراک مجانی، بابا این خوراک مجانی رو ایران چون جزء یکی از کشورهای بد تغذیه بود برای کودکان اینا، گویا یونیسف یا سازمان‌های دیگه‌ای که به کودکان کمک می‌کنن یه پولی دادن به اونا هم کمک کنن. حالا طرف فکر کنه شاه از جیب خودش، آقا رضا شاهی که با کون پتی اومده بود، ببینید چقدر پول برد از ایران. اتفاقا این آقای عباس میلانی صحبت می‌کنه، بعد میگه حالا سر مقدارش حرف نزنید، ولی خب از این که پول برد برد دیگه، شاه از این که پول برد برد دیگه، پول خورد خورد دیگه، دیگه اونا رو که نمیتونی آقای رامین اعتبار چونه بزنی، شما بیا سر چیزای دیگه چونه بزن، که مثلا آقای شاه اسلام پناه بوده یا نه، شاه بابای این آخوندا بوده یا نه، فرح مادر این آخوندا بوده یا نه. بگذاریم اگه کسی خواست در این مورد صحبت کنه میتونه بیاد در برنامه ما، در برنامه ما 5 دقیقه 10 دقیقه مهمان میتونی باشی، ولی اگه خواستی ما بیان اینجا آب بپاشیم و سماور روشن کنیم و چراغ روشن کنیم و دوربین حاضر کنیم، شما بیای سخنرانی کنی، اون نوکر بابات سیاه بود، اون نمیشه. باید یه هزینه بدی برای این هزینه، یا اینکه خودت بشینی مثل آقای اسکندری دوربینو بگیری دست، خودت این بالا باشی یا این پایین باشی. آقای بهمن احمدیان رو دیدم
یه ویدیو درست کرده بود واقعا خجالت آوره، سرش اون پایین، حالا نمیدونم دخترش قبلا بود کمک میکرد وقتی اینجا برنامه میذاش، یا خانمش میگه آقا تصویرت اینجا درست نیست، میگه اوکی میام درستش کنم، میره برمیگرد دوباره خرابترش میکنه. آقا من نمیدونم، آقای احمدیان اون وقتا میگفتن کفن که جیب نداره، شما که این همه مال و منال و ثروت دارین، این 100 دلار 150 دلارا رو برای چی میخواین اینقدر دو دستی چسبیدید؟ برید ویدیو شاه رو نگاه کنید. شاه آخرش فهمید، دوزاریش افتاد، گفت من که چیزی نمیخوام از این دنیا ببرم، شاید یه 6 متر، نمیدونم 6 متر کفنه، حالا چه کفن 6 متره وقتی آدم 2 متر و فلان اینو ببخش. خب آها، این دوستونم آقای مسعود کردار که گفته خیلی دوست دارم باهات صحبت کنم ولی بدون برنامه، و یه دوست دیگه هم همینو گفته بود، فکر کنم علی دالاس بود، آقا خانم من اصل این که میام تو برنامه صحبت میکنم برای اینی که هی نخوام از صبح تا شب با این اون صحبت کنم. بعد یه چیزی براتون بگم دوستان، همین گوشی رو که بهتون نشون دادم، من ویدیو الان درست میکنم، اینو میذارم جلو ماشین، دارم رانندگی میکنم، حرف میزنم، اگه متوجه باشید حتی اینم داخل گوش من نیست، برای که من اشتباه کردم یه دو هفته ای همش هم کار بیرون داشتم، آفتاب و گرم و شهرجی توی واشنگتن، اینه که گذاشته بودم تو گوشم. دوستان اینا یه دوتا پلاستیک داره، میره گوش شما رو فیت میکنه که صدا خوب بیاد، ولی یادتون باشه اونایی که آلمان استخ میرفتن یادشونه، حتی میری یه جا پول میدی پاتو میذاری زیر نور چراغی که مثل آفتابه که فانگس بکنه، که قارچ نزنه یا اون کپک و مولد و قارچ اینا نزنه. من یک شب چنان گوش درد و سر دردی گرفتم و نمیفهمیدم این سرم درد میکنه، دندونم درد میکنه یا گوشم درد میکنه. بعد معلوم شد اینجاست پشت گوش، عجب دردیه این گوش. البته همه جا درد بده، سعدی هم شهری ما گفته چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، چون همش یه مجموعه است. بگذاریم، این فهمیدم که عرق کردم، یا اونایی که ورزش میکنن یا میدوهن عرق میکنن میرن اینجا را با بستن این شما نه هوا میذاری بهش برسه نه نور، اونجا مرد میشه یا قارچ میزنه و اون قارچ پدر صاحب بچه رو در میاره. اگه از اینا استفاده میکنید حتما حتما مواظب باشید. من یه دو روز مجبور شدم با سشوار هوای گرم بزنم این ور به این گوشم تا یکم حالم خوب بشه. بعضیا گوششون چرک میکنه، پرده گوششون پاره میشه، مواظب باشید. سربی بهتون گفتا مواظب باشید. و اما خب برنامه آقای احمدیان اینجا هم نوشته بودم که براش بگم صدا و تصویر، و چرا این دوستان هم احترام خودشون رو نگه نمیدارن هم احترام بیننده و شنونده رو. آقا اگه میبینی مثلا تصویرت خوب نیست بدون تصویر برنامه بذار، اگه دیدی صدات خوب نیست بدون صدا و تصویر بشین یه چیزی بنویس، مقاله بنویس، در صورت به خودتون احترام بذارید. و اما دکتر گوگل کم بود، هرچی میگفتی طرف به شوخی میگفت برو دکتر گوگل گوگلی. حالا دیگه دکترهای علفی اینستاگرامی هم اومده که یک مثلا عسل رو برمیداره، نمیدونم با دارچین میگه برای این خوبه، عسل با سماق برای اون خوبه و الی آخر. بیشترشون هم خانم ها هستن دوباره. و اما بله، عسل با دارچین، عسل با سماق و الی آخر. خب شما این همه میشنوی قرارداد نمیدونم نفت فلان، قرارداد فلان، هیچ وقت از خودتون سوال کردین که قرارداد چی هست؟ امتیازنامه چی هست؟ یکم در موردش تحقیق کنید. و همونجوری که گفتم قرار نیست ما اینجا از الف تا ی یا از A تو Z رو براتون توضیح بدیم، شما خودتون دیگه الان تو سن و سالی هستید، به کمک اینترنت و به کمک چیزای جستجوگر دیگه میتونید همه این چیزها رو پیدا کنید. و چرا به ما یاد ندادن اینها رو؟ احتمالاً اگر میرفتیم رشته به خصوصی رو میخوندیم اون موقع شاید تو اونها بود که قرارداد چیه و امتیاز چیه. مثلا در رابطه با خلیج فارس و دریای مازندران نمیدونم یا بحر خزر، ظریف همش اصرار میکرد که آقا ما نه دریا رو فروختیم نه خلیج فارس رو فروختیم، ما امتیاز ماهیگیری رو دادیم به اینها.
البته چینی ها یه روش بسیار بدی رو انتخاب کردن و اجرا میکنن که این روش حتی در کشور خودشون اجرا نمیشه و اون قایقایی که اینجوری ماهی میگرفته یه مدتی ممنوع کردن، ولی حالا میان توی خلیج فارس اینجوری ماهیگیری میکنن اینها و خلاصه چه خواهد شد من نمیدونم. این پولا تو جیب کی میره من نمیدونم. وظیفه شماست که برید تحقیق کنید. و اما دوست ما داشتیم باهاش صحبت میکردیم راجع به این بود که بعضی وقتا ما خرجایی که میکنیم بیهوده است. این کلمه هوده رو هیچ که استفاده نمیکنه ولی بیهوده رو استفاده میکنه. کلمه هنجار رو خیلی استفاده نمیکنیم ولی کلمه ناهنجار رو خیلی استفاده میکنیم، در صورتی که اینها به اصطلاح یک کلمه و ترکیبای مختلفشه، بله و نه و اینجوری. این بیهوده خرج کردن، دوست من نوشت که وقتی که به اصطلاح همسر ایشون کار میکرده و کار نظافتچی انجام میداده، میگه توی هتلی یک هفته کار کرده، حالا بگیم 6 روز کار کرده، 6 تا 40 تا 240 دلار، بعد میگه یک اسباب بازی برای پسرم خرید 180 دلار. این رو دیگه شما نمیتونی جلوش بگیری. یعنی این عشق مادر رو نمیدونم، این که دوست داره بچهش از دیگران چیزی کم نداشته باشه رو شما نمیتونی با منطق بری باهاش به اصطلاح بجنگی. اونجا منطق نیست، اونجا احساس هست و احساسات مادری. اینم از این. خب به نظر شما این آقای دکتر هولاکویی که همشهری ما هم هست، تراپیست دانایی هست یا کاسب توانا؟ بعد اینی که سوال میکنه از همه بچه چندم هستین، دیدم که پتیک هم حتی مسخره کرد، گفت فوری از همه میپرسه بچه چندم هستی. این اتفاقا درسته، چون میخواد ببینه این طرف اگه بچه اوله، بچه های اول معمولا اگرسیو هستن و آفنسیو حمله کننده هستن، بچه های بعدی که مثل بند ساندویچ قرار میگیرن اینا دیفنسیو میشن، اینا دفاع میکنن. من اتفاقا تو کشتی هم دفاع میکردم و حمله نمیکردم. میدونید بعضیا فنا رو شروع میکنن، بعضیا وای میسن طرف مقابل فن بزنه اون گیرش بندازه. شاید همین به خاطر اینه که من مثلا بچه سوم بودم توی خانوادمون. ولی دکتر هولاکویی باید از طرف بپرسه که بچه چندم هستی، چند تا خواهر داری، چند تا برادر داری. بعض وقتا میبینه که اگر اون بچه اولی فاصلش با دومی 10 سال 11 سال باشه، میفهمه که اون بچه های دوم و سوم به این به صورت پدر خانواده نگاه میکنن. و خلاصه برنامه های جالبی داره. البته بعض وقتا حرفایی که میزنه من بیشتر فکر کنم این آقای هولاکویی رو اگه ول کنی همه ازدواج ها به طلاق ختم میشه، چون کسی که خودش چندین بار ازدواج کرده و طلاق گرفته احتمالاً هیچ راه حلی به جز طلاق در زندگی نمیتونه به دیگران معرفی کنه. ولی به دلیل شغلش، البته حالا میگه تراپی هم نمیکنه، فقط همین برنامه‌های رادیو رو داره. خب اینم از این. و اون دوست اون آقای پدرام میقفاری هم که تا صحبت از پول شد غیبش زد، میخواست بره برنامه درست کنه در رابطه با رادیو تلویزیون ها و زندگی افرادی مثل من، مجریای اینها، که اتفاقا این کار آقای تقیه مختار میخواست انجام بده، نمیدونم تونست یا نه چون خورد به ایام کرونا. میتونم یه روز تماس بگیرم با آقای تقیه مختار که نشریه ایرانیان رو چندین سال در این منطقه داشتن و ازشون بپرسم که کار به اصطلاح درست کردن اون برنامه چی شد. و اما یه خبر دیگه که تو این چند روز گذشته تمام رسانه ها رو مشغول کرد، اون هواپیمایی بود که رهبر واگنر یک گروه مزدور، یعنی ارتش پولی هستن، که اینا این مرده خودش رو نزدیک کرده بود با پوتین و شده بود آشپزش و اینا، بعد جدا شد اینور اونور پول و رستوران و فلان اینا، بعد یه دفعه رفت تو کار ارتشی و بعد یه دفعه شد میسونری و فلان اینا، یه دفعه هم 3 روز 4 روز پیش توی هواپیمایی که میگن خیلی به اصطلاح ریشیا یا درجه اطمینانش بالا هست، گفتن افتاد. اولم نمیدونستن مال چیه، مثل ما که نیستن فوری بگن. بعدن معلوم شد که مواد منفجره
توی این هواپیما بوده و این هواپیما منفجر شده. این خیلی هم جوکای مختلف ساختن براش، گفتن این خیلی احمقه و اینم مثل شاه و رضا شاه نفهمید تو وقتی نوکر یکی هستی تا آخر عمرت باید نوکر باشی، نمیتونی بگی حالا دیگه من نوکر نیستم میخوام بیام بشم آقا. میتونی ول کنی بری، ولی با همون مقام نوکری باید بری بازنشست بشی. تا بگی من به من بدونم چشم آبی یا نفت ارزون نمیدم، همچین با تیپا میزنن تو فلانجات که هیچ بیمارستانی تو دنیا هم راه نمیده. رهبر واگنر به سرنوشت رضا قلو رو محمد رضا پهلوی دوچار شد. و اما یه ویدیوی دیگه دیدم که داشت توضیح میداد که قیمت کلیه در آمریکا 260,000 دلاره و شما همین خانمه موی قلابی، چشم قلابی، مژه قلابی، دانش قلابی، همین خانمه که گفتم توضیح میداد شما چرا کلیت تو ایران میفروشی، بیا برو آمریکا بفروش که با پولش میتونی برگردی ایران یه کلیه بخری، یه خونه بخری، یه ماشین. ولی احمق از خودش سوال نمیکنه. کسی که میخواد کلیهش رو تو ایران بفروشه پول نداره اصلا خوراک بخوره که حالا بتونه بره آمریکا. بعدم آمریکا مگه خونه خاله است؟ هر کی خواست بیاد مثل حمام عمومی، حمام عمومی هم تو خواست بری باید یه تومن 15,000 تومن پول داشتی که میرفتی حمام عمومی. حالا لنگ قدیفه رو بردار برو. مگه آمریکا اینجوری که تو بیا اینجا تا رسیدی همینجا بیا تو خیابون مثلا جورج‌تاون بگی من میخوام کلیه‌مو بفروشم؟ بعد اینجا تازه تو آمریکا یه آقای یهودی خاخامی بود، برید گوگلش کنید، یه آقای یهودی خاخامی بود که با یک شبکه‌ای میمدن از اینجا کلیه و اینا میخریدن میبردن اسرائیل، ولی اونم نقل 10,000-15,000 دلار بود، نه 260,000 دلار. باز شایعاتی هست مثلا توی چین زندانیا وقتی میمیرن جسدشون یه ارگان یا یک اعضای بدنشون گم میشه، اونا رو هم مثل خرید فروش میکنن. واقعا این بی خود نبود بابا شیطون به این جانوری که خدا درست کرده اگه اون داستانه درست باشه تعظیم نکرد، چون گفته این دیگه چه پخی میشه. اینم از این وضعیت قیمت کلیه در آمریکا، موی قلابی، چشم قلابی، مژه قلابی و قربونش برم دانش و دانستنی های قلابی. خب یه نفر نوشته که البته اینو بعد آقای نادر مجد اسم اون فیلسوفی که اینو گفته نوشته بود که وقتی نمیدونید چی بگید از خودتون یه حرفی در بیارید و بگید که علم ثابت کرده. شما تا میگید علم ثابت کرده کسی دیگه دنبال حرف شما نمیره تحقیق کنه، فکر میکنه واقعا علم ثابت کرده و یه جایی نوشته شده. بعد در ادامه هر مزخرفی که میخواین بگید سرهم کنید. اینم نوشتم حتما برو لایف فولدر هم نشون مردم بده. و اما آقای عباس میلانی دوباره دیدم یک کتابی، ماشاءالله ایشون هم کتاب نوشتن مثل انشا نوشتن ماه، ما جون اون بالا میمد تا یه صفحه انشا بنویسیم. اینا میدونی که پول میدن به یکی دیگه براشون کتاب مینویسه، اسم خودشون میذارن روش، فروش میکنن، چپ و راست کتاب میفروشه، خودش، خواهرش، فلان اینها. و ایشون داشت با آب و تاب صحبت میکرد راجع به قانون اساسی شجریان و امان از موقعی که اینایی که به قول معروف حالا شدن فرهیخته جامعه ما، اینا هم برای پول خودشون رو میفروشن. مثلا همین آقای عباس میلانی گفت یه جایی وقتی من گفتم قانون اساسی شجریان، یکی گفت اولا شجریان چه کارش با قانون اساسی نوشتن؟ گفتم به تو چه؟ گفت چرا به تو دادتش؟ گفتم به تو چه؟ خب این که نمیشه که آقا، قانون اساسی رو مجلس مؤسسان باید بیاد بنویسن. ولا مثلا دوران گذار دولت انقلاب قانون اساسی بود، اون دولت بازرگان و اینا یه چیزی میارن، حالا اساسنامه هم اگه بگی برای این مدت گذار مثلا برای 6 ماه، برای 1 سال، ولی قانون اساسی نیست. قانون اساسی رو مجلس مؤسسان باید تأسیس بشه. ببین همش قانون اساسی، مؤسس، تأسیس، اونا بشینن قانون اساسی بنویسن. بعد قانون اساسی در طی زمان متمم و مکمل و این چیزا بهش اضافه میشه، هی درستش میکنن، هی به اشکال برخورد میکنن، هی درستش میکنن. حالا قانون اساسی که آقای شجریان نوشته، بعد اومده گفته ما با خیلی از ارتشی‌ها و سپاهیان در تماسیم. یه آدم دروغگویی که تو آمریکا زندگی میکرد، این شجریان آمریکای کانادا و اینجا زندگی میکرد، ولی به بچه‌های بیچاره ایران میگفت ایرانم.
یه بار که تو ایران تو تظاهرات رفته بود گفته بود مرگ بر دیکتاتور رو نمیدونم فلان اینا، این آقا شد خدا. برید صحبت‌های آقای گلپا رو درباره آقای شجریان گوش کنید. گلپا میگه آقا من 85 سالمه، از هیچ کم ترسی ندارم. ولی برید صحبت‌هاش رو درباره شجریان گوش کنید. آقای عباس میلانی واقعا خجالت بکش. شما از اون داستانی که از زمان شاه زندان بودی، چجوری آزادت کردن، چجوری توی دفتر ساواک نمیدونه آقای پرویز ثابتی شکلات و قهوه به شما داد چون نمیدونه فامیلتون تیمسار بود و فلان، داستانتون با اون زن قبلیتون، داستانتون با این ماجراهایی که بعدن پیش اومد، همه رو شما دنبال کنید. شما به نظر من باید برید یک کناری ساکت باشید، نه که اینجوری بیان با پررویی تمام از مردم ها طلبکار بشید. خلاصه ملت بدهکاری هستیم، هر کی از راه میرسه از ما طلبکاره. بذارید من یه نگاهی به این بندازم ببینم که اینجا چه خبر. بله خب اینجا هنوز لایو هستیم، تا حالا شده 46 دقیقه. من سعی میکنم برنامه از یک ساعت بیشتر نشه. قانون اساسی شجریان، حتما برید افشاگری استاد اکبر، من دوست ندارم به این اون بگم استاد اکبر گلپایگانی رو علیه شجریان گوش کنید. و من یه دوستی دارم افشین عزیز در تهران در ایران، ما وقتی یه زحمتی داریم ایشون لطف میکنه این زحمت رو میکشه بدون هیچ چشم داشتی. من و ایشون باورمون اینه که به جای اینکه ماهی بگیریم بدیم به یه گرسنه، ماهیگیری رو یاد بدیم. این یه ضرب المثل یک تو آمریکا ازش استفاده کنم. ولی من به این نتیجه رسیدم یه نفر که الان گرسنه است، از راه رسیده، شما پیداش میکنی میخوای بهش خوراک بدی، شما نمیتونی یه چوب بدی با یه نخ و با یه قلاب بگی بلنشو بریم ماهی بگیریم. باید اول یه ماهی بهش بدی سیر بشه، بعد اگه سوال کنی ماهی دوست داشتی، اگه گفت بله، بگو ببین شما احتیاج نیست بیای از من ماهی گدایی کنی، میتونی با این قلاب و با این فلان و با این سبد و با این تور بری ماهیگیری کنی. بعضی از دوستان ما تندرو هستن، یعنی ولشون میکنی یا از این ور بوم میافتن پایین یا از اون طرفش. اینم از این ماجرای خیریه ایران گفتم، اگه میتونید کمک کنید. و اما یه چیزی من خریدم، ماساژ پا مخصوصا برای افرادی که زیاد در آفیس میشینید. این یه دستگاه، یه صفحه که عکس دو تا پا روشه، ببینید خیلی هم چیز ساده ایه. الان مثلا من روشنش کردم، احتمالا حالا میدونسته صفر، مدل های مختلف داره، بالا و پایین و اینها، 8-9 ماساژ مختلف میده. دو تا پاتون رو میذارید اینجا، میشینید تلویزیون نگاه میکنید، با این ریموت ماساژ میده و ماساژش حقیقتا یه شوک الکتریکی هست. اونایی که با ماشین های قدیمی کار کردن، برق کویل بهشون خورده، میدونن یه چیزی داشتیم که کویل اسمش بود، یه سیم پیچی بود، حقیقتا یه ترانسفورمری بود که فقط یه سیم داشت، یعنی به جای اینکه دو تا سیم مثبت منفی داشته باشه فقط یه مثبت داشت چون بدنش منفی بود، از اون برم باز یه سیم میمد بیرون چون باز بدنش منفی بود. خیلی چیز جالبی بود. اینو توی ترانسفورمرای مهتابی هم داشتیم. و این یک برق 12 ولت رو شما بهش میدادی، این میکردش 12000 ولت، همون جرقه‌ای که سر شمع میزنه. حالا بعضی وقتا به جایی که این جرقه سر شمع بزنه و اونجا احتراق و نمیدونم انفجار سر سیلند به وجود بیاد، این تو دست شما میزنه و این مثل اونه. البته اون خیلی زیاد بود، آدم یه دفعه یه دادی هم میزد، ولی این نه. این حتی میتونید با این دستاتون رو بذارید به جای پاتون، اینو بذارید روی میز، در دوتا دستتون رو میذارید، یکی اینجا یکی دیگه اینجا، و ماساژ میده تمام این. من این دست چپم درد میکرد، امروز گذاشتم 10 دقیقه، هر سشن یا هر جلسه ایش 10 دقیقه است. چرا 10 دقیقه بیشتر انجام نمیدن؟ چون خود برق گذاشتن باعث فلج شدن میشه. اگه برق قوی باشه، مدت طولانی باشه، باعث فلج شدن میشه، اصلا ماهیچه رو منقبض میکنه. دلیلی که برق آدمو میگیره میکشه اینه که ماهیچه قلب شما منقبض میشه، یعنی بسته میشه دیگه جایی نمیتونه بره. ولی اونایی که یه برق میگیرد چون ولشون کنه، حتی میدونید برای چیز میذارن، وقتی که یه کسی مرده اینو میذارن رو سینه‌اش، اینجا یه برقی میزنن که این
قلب یه اینجوری فشاری داده بشه. در صورت اگر کسی از این میخواد خودش میتونه رو اینترنت پیدا کنه، ولی اگر میخواد که یه حمایتی هم از تلویزیون مردم کرده باشه، اینم ریموتش هست. بذارید ببینید، ریموتش هم سه حالت داره، روشن چهار تا، یک بالایش خاموش روشن میکنه، پایینیش به اضافه و کم میکنه، پایین پایینیش مود یا مدل ماساژ رو عوض میکنه که مثلا ضربه ای باشه یا همه جا باشه، نوعای مختلف نشته اسلپ فلان اینا. به نظر من خیلی خوب، من الان تقریبا چند روزه برای پتیک نوشتم میخوای، گفت من خودم چندین نوعشو دارم و استفاده میکنم. حالا اگه شما خواستین مینیمم $50، ماکسیمم هر چی دلتون میخواد برای تلویزیون مردم ارسال کنید، من براتون یه دونه از اینها رو میفرستم. اینم از این. پس ماساژ پا مخصوصا برای اونایی که کارشون بیشتر نشستن هست. دوستان من بارها گفتم الانم میگم، ما به چند دلیل توی کیس من، توی حالت من، به خاطر اینکه سنمون بالاست، دیر با اینترنت آشنا شدیم، هر روز یه برنامه اومد ما نتونستیم به موقع خودمون رو تطبیق بدیم. حالا تازه همه من میگه آقای سوری تو خیلی خوبه ماشاءالله با سنت که هستی همه رو بلدی فلان اینا، خیلی ممنون، تعریف علکی نکن. ولی دوستان ببینید، مثلا این واتساپ، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، کوفت، زهر مار، هر چی که شما بگید، اینا مثل یه تابلوی هست، مثل تو خیابون، مثل دیوار، شما میاری یه چیزی میزنی روش، اگر کسی دید و پسندید میخونه. لازم نیست وقتی اینو دید و پسندید برای شما نامه تشکر بنویسه، لازم نیست اگه یه ویدیوی رو دید دربارش برای شما دو صفحه توضیح بنویسه، لازم نیست هی از رسید اینها شما رو مطلع کنه دریافت شد، صد با سند برابر است. برای این کار من فقط تلفن، پیام تلفنی و ایمیل رو استفاده میکنم. یعنی شما اگه یه چیزی میخواین بفرستین که از من جوابی میخواین، یه سوالی دارین جواب میخواین، باید زحمت بکشید ایمیل. و الا 25,000 نفر تو این سوراخ و اون سوراخ، حالا ما به صورت دوست و دشمن و رفیق و نارفیق داریم، من نمیتونم همه رو ببینم، نمیتونم همه رو بخونم، نمیتونم به همه جواب بدم. بعضی چیزا رو من اصلا تا آخر نگاه نمی کنم، چون یه نفر دیگه هم اون روز فرستاده، چون 10 نفر دیگه اون روز فرستادنش، 10 نفر دیگه تو هفته گذشته فرستادنش، میزنم میبینم اینو دیدم میزنم میره. بعد طرف میگه آقا دیدی نظرت چیه، میگم شما نظر من نخواستی، خب دیدم دیگه. در اصلت من تنها و تنها و تنها اگر کسی ایمیل بده جواب بهش میدم، اگه ایمیلش سوالی پرسیده باشه یا مسیج زنگ بزنه سوربی من میخوام مثلا برم واشنگتن، به نظر شما کجا برم دید بازی، میگم برو رو اینترنت فلان چی نگاه کن، نمیدونم مسی این دی سی یا فلان، یه هر سوالی دیگه. در صورت دوستان برای چیای به این کوچیکی و غیر مهم نه خودتون رو اذیت کنید نه دیگرانو. آقا گرفتی چرا جواب ندادی؟ بابا خب گرفتم، اینو من 10 بار دیگه قبلا شنیدم، 10 بار دیگه دیدم، قرار نیست به همه جواب بدم، قرار نیست بیام بشینم راجع بهش این مثل پروژه بیام بشینم توضیح بدم. در اصل آخرین توضیحی که میبینید من رو واتساپ برین گذاشتم، نوشتم رو فیسبوک هم نوشتم، نوشتم من فقط و فقط و فقط با ایمیل و تلفن، اون چیزای دیگر رو فیسبوک و اینا رو به صورت یه دیواری دیده بودید. شما تو محلتون حتما یه دیواری بود که این دیواره خود به خود تبدیل میشد به اصطلاح دیوار تبلیغات، فلانی مرده، فلانی نمیدونم کیفش گم شده، نمیدونم این چیزا میزدن میخوندن. بعد یا مثلا مغازه ها شروع کرده بودن، من یادم اولین بار سوپر آلبرت توی شیراز اگه اشتباه نکنم توی خیابون خاکشناسی بود نزدیک شرکت نفت و باشگاه شرکت نفت و اینا، یه خیابون با تپه تلویزیون فاصله داشت، این کار کرده بود، یه تابلوی زده بود، هر کسی میمد مثلا مینوشت، بیشتر آمریکاییایی که اونجا زندگی میکردن میمد مثلا من یک ماشین دارم میرم برمیگردم آمریکا میخوام بفروشم،
پتو برقی دارم میخوام بفروشم. خود ما میرفتیم از این آمریکایی‌ها خیلی چی میخریدیم. البته باز ما ایرانی‌ها اونم به گند زدیم، وقتی میرفتیم میدیدیم یکی یه ماشین داره میخواد بفروشه، ما ماشینمونو میکندیم مینداختیم سر تاشکار، تبلیغ ماشین خودمونو میزدیم. بابا ملت عجیبی هست. خب اینم از این. و اما آقای سام عسکری همه هی نوشتن آفرین بر شما که از راه رسیدی و بریتنی اسپیرز رو آزاد کردی. اینا گویا زدن به چپ و چار هم دیگه. چشم کبود آقای عسکر سامی، چی اسمش؟ سام عسکری. و اون چیزم گویا بخیه خورده سرش. اینا خلاصه از هم جدا شدن، ولی قراره که مای 10,000 دلار به سام عسکری برسه. شما حاضرید 29 سال 30 سالتون باشه بیان با یک کسی که یک همچین ماجراهایی داره، چندین بچه داره، بابای خودش ثابت کرده بود که این به اصطلاح روان پریش، حتی نمیتونه از پول خودش نگهداری کنه، ازدواج کنی، بعد از چند مدت، چند ماه نمیدونم، طلاق بگیرید. و اینم دنیای اینایی که مشهور میشن، اینا مثل فواره میمونن، همچین زود میان بالا، فواره چون بلند شود سرنگون شود. خلاصه اینم یه خبر بود که سام عسکری و خانم بریتنی اسپیرز هم جدا شدن. و بله، کبودی چشم تا بخیه های بریتنی اسپیرز. و دوستان شما هم حتما شنیدید، همیشه میگن جان کندن خر یا کار کردن خر خوردن یابو. من و پتیک امروز دوتامون همزمان گفتیم آقا یابو که هم بیشتر بار میبره هم اونم کار میکنه، چرا میگن جان کندن خر و خوردن یابو؟ این یه داستان جالبی داره. یه همسایه یابوشو میده به همسایهش، این یابوه که میاد توی طویله کار که نمیکنه هیچی، علفای اون الاغه رو میخوره، بعد این الاغه زار و رنجور اینا میشه، که پتیک به این نتیجه رسید باید براشون به اصطلاح دیوار بکشن بینشون، خوراک یونجه اینو جدا بردن، یونجه اونم جدا. و اینه که میگن جان کندن خر و خوردن یابو. و اینا یابوها معمولا یه جثه بزرگتر از الاغ دارن و پاهاشون هم کلفتر از اسبه و تحمل بردن بار دارن. و اما کارد به استخوان رسیده. بکن کنم عکسشو اینجا من گذاشتم بهتون نشون بدم معنی ای یعنی چی کارد به استخوان رسیده. خیلی جالبه که این لایو رفته پایین، الان براتون میارم. اینم اینجا کارت به استخوان رسیده. خب آها اینه، بله. و این اگر حقیقت باشه، میگم یه زمانه زندگی میکنیم که هیچ چیزی معلوم نیست حقیقی باشه. ببینید دوستان، این سر نیزه هست. میدونید نیزه ها اولا با چوب بوده، بعد سرش مزن میگفتن سر نیزه، که بعدن حتی تفنگ هم که ما داشتیم تو ارتش یه چیزی به نام سرنیزه بس میکردیم بهش. و این یه استخونه. میگه کارد به استخوان رسید، تصویری از بذار بزرگ کنم همه رو شما ببینید که ما ببینیم هرچی میخونیم سخت با سند برابر از کپچر سلکت ایریا. بله اینجا بیاد تا اینجا. بله بله، میگه کارد به استخوان رسید، تصویری از سرنیزه در جنگ گلیک روم که از استخوان عبور کرد، پس از 2070 سال هنوز در استخوان باقی مانده است. همانطور که شمشیر اسلام از 1400 سال قبل در استخوان مردم ایران همچنان باقی مانده است و به زور هر پادشاهی از صفویه تا پهلوی و ملایان محصول شاه خرافاتی سفت و محکمتر در ما تحت عوام فرو برده شد. کارد به استخوان رسیده. اینم از اینجا. یکی دیگه هم که خیلی هی ما تحت مردم رو چیز میکنه این آقای سینا ولی الله هست، که هی چپ و راست میگه شما سرتون کردین تو ما تحت مردم، یعنی به مسئولین امن میگه. یه عکسی هفته پیش از یه آقایی که مسئول یکی از قسمتهای تلویزیون ایران بوده و با یک خانم همکاری که نه 16 به 9 کار 16 به 9 میزنیم، بیا اینجا این کمرای 3
بله این یه فیلمی بود که این خانومه خب دیگه این از حالتش و اینا معلومه و جالبه اون آقای اصلا دستشو گذاشته زیر چونهش مثل که مثلا داره اخبار گوش میده یا فلان و خیلی ها گفتن این عکس خصوصیه نباید پخش بشه دوستان در قسمت هایی که پابلیک فیگر هستن یعنی افراد شناخته شده هیچ چیز خصوصی وجود نداره اینا همون روز اولی که میان توی این جاها عمومی هستن و همه میتونن در موردشون صحبت کنن خوشحالم که من این رو تونستم پیدا کنم یه بار دیگه اصل فلایر رو به شما نشون بدم و شما ببینید که این دوستان چرا نمی‌نویسن کیان چیان تا مردم بر اساس رپیتیشن یا سابقه گذشتهشون امروز بتونن قضاوت کنن که بگم مثلا آقای فلانی یه خانمی بود اینجا کنسرت میذاشت این بعدن دیگه نمی‌نویسه که این کنسرت مسئولش کیه ولی مردم از همدیگه که میپرسیدن بعد میگفتن اوهو اصلا سراغ این نرو که چنین است و چنان است بذارید من ببینم چرا من اینو اینجوری نشون میدم ولی اون اونجوری نشون میده میخوام خود فلایر اینجاست دوستان نگاه کنید از اینجا تا اینجا نوشته کالیفرنیا لس آنجلس داونتاون سیتی هال آدرسش هم گذاشته 200 نورث اسپرینگ استریت از یک بعد از ظهر تا پنج بعد از ظهر فراخوان سال روز مهسا 16 سپتامبر 25 شهریور بعد اینجا نوشته آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک، نروژ، استرالیا، ترکیه، قبرس همه رو نوشته حتی کره جنوبی رو هم نوشته چکسلواکی رو هم نوشته ژاپن هم نوشته سوئیس هم نوشته اسپانیا رو هم نوشته مالزی رو هم نوشته بعد نوشته مور اینفو این همون شماره که من اول برنامه زنگ زدم و رفت رو پیامگیر حالا ببینیم که اگر جواب پیام ما رو دادن ما اطلاعات بیشتری کسب میکنیم در برنامه های آینده بهتون میگیم چون هنوز 3 هفته مونده به این فراخوان و اما پاکش نکنم که هفته های دیگر هم بهتون نشون بدم و اما اینجا من ببینم که این چی گفته بله آها یک کسی کمک کرده بود به نام امید ما هیچ وقت این پوله رو نگرفتیم 74 و 99 و گفتیم اگه شما بیننده ما هستی اولا ببین چند به ما بگو که چند کمک کردی حالا من به این سفرم بهتون نشون میدم اگر کسی هست واقعا میخواد از طریق یوتیوب کمک کنه یوتیوب حسنش اینه که ما اینجا از شما نه کردیت کارتی میبینیم نه کردیت کارتی میگیریم همه مشخصات شما میمونه بین کردیت کارتتون و اون شرکتی یا بانکی که باش هستین به نظر من سیف ترین هست امن ترین راهی که شما میتونید کمک کنید نگاه کنید دوستان زیر ویدیوهای ما که اینجا نوشته مردم تیوی خب اولا اینجا نوشته مثلا 2790 تا سابسکرایبر داریم یا آبونه شدن البته این کلمه آبونه هم چیز بی خودیه آبونه وقتا باید یه پولی میدادی آبونه بشی آبونه هم در صورت اینجا نوشته جوین اگه جوین رو بزنید شما میتونید ماهیانه کمک کنید اگه این سوپر تانکس یعنی خیلی ممنون از شما تشکر میکنم از یه طرف تشکر شما هم هست از اونی که برنامه ساخته اگه اینو میتونید یه هر دفعه 10 دلار 5 دلار 2 دلار 1 دلار کمک کنید در صورت بازم از این دوستمون ممنون حالا چه به اصطلاح به دست ما برسه چه نه ایشون زحمت کشیده این میگه که اگر بخوایم به همه چیز برسیم به هیچ چیز نمیرسیم من این تا دیدم یاد این کمپوزیسیون خودمون افتادم حقیقتا کمپوزیسیون میخواد همه چیز رو پوشش بده و میبینیم که در همه چیز هم ناتوان بوده و به جایی نرسیده خب اینا این پاک کنیم اینا که نشون میدیم یکی یکی و بریم جلو ببینیم که اینم داستان آخوندها در ایران ماجرای حجاب قبلا هم نشون دادم که میگه اون طرفشون که به مردمه پوشیده است و میگه حجاب اجباری ولی این طرفشون که به خودی هست و اینها پشت همشون بازه اینم داستان امروز ایران هست و با جناب بازی که اینا با هم داره خب من یه چند تا عکس دیگه به شما نشون بدم
از امیر کبیر مثلا نقل قول شده، البته این نقل قول ها هم هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که درست هست یا نیست. میگه ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد. امیر کبیر هنگام تبعید. اینم از این ماجرا. یه دوستی نوشته بود که یکی ببینید را ببینید چقدر اینا ناپخته عمل میکنن، ناپخته حرف میزنن. نوشته بود یکی از افتخارات شاه اینه که ما 50 سال گشتیم یک آدم فهمیده پیدا نکردیم. گفتم این که باید یکی از به اصطلاح افتخارات مخالفین شاه باشه، بگن شاه خراب کرد، خودش و پدرش یه دونه آدم نساختن، هر آدمی بوده از بین بردن. ولی اینایی که احساساتی می نویسن، عمل می کنن، کپی می کنن، نشر می کنن، حتی فکر نمی کنن. آقا اگه خانم، اگه بیشتر خانم، اگه یه مملکتی شما نتونی یه آدم توش پیدا کنی، این مسئولش کیه؟ خب آخونده که 44 سال اومدن، برمیگرده به قبلش. بابا و پسری هم 57 سال بودن، الان میشه تقریبا 100 سال این رضا خان و نمیدونم محمد رضا و آخونده بودن، اینا همهشون مسئولن. بعد شما میگی آدم نداریم؟ خب با همین آدم نداشتن ها میخوای 25 شهریور بیای بیرون؟ کارتون خرابه. و اما این زمان نیز همچون نفس باد سبا میگذرد. از وقتا یه چیزایی که مینویسن و این زمان نیز همچون نفس باد سبا میگذرد، با من و بی من و با ما و بی ما و شما میگذرد، و بدان هیچ به یاد تو نمیماند از این لحظه هایی که چنین سخت به آن دل بستی، جز نسیم طربانگیز و عطر خوش خاطره ها. و چه خوب است بدانی در سبد خاطره ها، خاطر دوست چه صفایی دارد در دل غمزده آدم ها. همچو باران بهاری بیتاب می بارد و می خارد و می رویاند گل لبخند به باغ لبها. و چه نقشی دارد خاطر دوست در فضای بغم‌آلوده ناامنی ها، و چه خوش میتابد در شب تار تنهایی و دلتنگی ها. بشنو این نکته چه زیبا فریدون مشیری گفته است، زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. یادش گرامی که این مشیری شعرهای خیلی ساده ولی اینقدر تاثیرگذار، حالا از اون شعر کوچه، از اون شعر گرگ و انسانها گرفته و الی آخر. و اما اینم نابکار فیسبوک و جریمه‌ای که چپ و راست برای ما میکنه. مثلا اون روز نوشته بود 2 روز دیگه میری، همچین که 2 روز تموم شد بعدش نبذار من این پاک کنم، بعدش نوشت 16 روز، بعدش نوشت 26 روز. گفتیم بابا اینم شده خمینی. میگه جهان منتظرت نمیماند تا حالت خوب شود، جهان صبر نمی کند تا قصت سرآید، جهان برای هیچ کس منتظر نمیماند و برای هیچ کس صبر نمی کند. جهان میرود چه تو غمگین باشی و چه شادمان، چه سوگوار باشی و چه رقصان. میدانی که این جهانی که میرود نامش چیست؟ نامش عمر است و تو ناگزیری که دنبالش بروی حتی اگر سینه خیز. تو ناگزیری که اندوهت را بتکانی و غمت را بشویی و بروی، وگرنه جهان می رود و عمر می رود و تو جا می مانی از جهان و از عمر و از خودت. اینم از این. و میگه که هر وقت عصبانی شدید به خواهر شم فوش ندید، چون خواهر شم زن حضرت علی همان ام البنین مادر حضرت ابوالفضل است. به مادر شم هم فوش ندین، چون مادر شم مادر زن حضرت علی است. در ضمن به خواهر یزید هم فوش ندین، چون زن امام حسن است. به ابو سفیان و عمر و ابوبکر هم فوش ندین، چون هر ستای اونها پدر خانم های حضرت محمد هستند. بهتره به خودتون فوش بدین که 1400 سال است
بازیچه اختلاف خانوادگی عرب ها شدین و تو خیال و خیال خودتون رو راحت کنید. این هم برای کسانی است که هنوز از خر شیطان پیاده نشدند. و اما بالاخره بعد از این همه اخبار بد و اینها بیایم سراغ این عکس. این عکس اگه نگاه کنید، این فایر فایتر یا مامور آتش نشانی یک خانم کوچک جسه ای را برداشته بغل کرده، هم اون خانم خوشحاله، همین آقا داره میخنده. از این آقای آتش نشان پرسیدن چرا میخندی وقتی داشتی این پیرزن رو از سیل نجات میدادی؟ جواب داد آخه پیرزن به هم گفت لعنتی، منو یاد شب عروسی منداختی. توی آمریکا و تو کشورهای اروپایی رسمه که داماد عروس رو اینجوری بغل میکنه و چی میگن به این نوع بغل کردن، میبره به اصطلاح به خونهش، میبره تو ماشین، میبره تو هتل، میبره تو حجله، هر جا که بگید. و اما میگه تلاش کنید که سوالتون درست باشه، سوال را باید درست بپرسید. از کشیش سوال شد میتونم موقع دعا کردن سیگار بکشم؟ کشیش گفت خیر، بی احترامیه. طرف برگشت و سوالش رو درست مطرح کرد، گفت آیا موقع سیگار کشیدن میتونم دعا کنم؟ کشیش جواب داد بله حتما میتونی. کار امروز ما کسی که نماز میخونه و روزه میگیره میتواند دزدی کنه، نه کسی که اختلاس و دزدی میکنه میتونه نماز بخونه. بله خب اینم دیگه همه رو ربط میدن به اصطلاح ماجراهایی که در ایران میگذره و بعضی وقتا هم یه کمی بدجور میشه. اینم از این ماجرا. و دوباره برمیگردیم به نوشته آقای رضا گوهرزاد که میگه مشکلی به نام پیرامونیان شاهزاده، توی پرانتز گروه سایه‌ای که نقش حذف بازی میکنن. کنفرانس خبری بدون حضور روزنامه نگاران آزاد. و اما این آقا، من وقتا ایران در امروز رو میخوندم یا ایران در چنین روزی، آقای رامین کامران اگه اشتباه نکنم، و ایشون نوشته که رضا پهلوی نمیتواند مدعی شود که از بابت نظام سیاسی موضعی ندارد یا بیطرف است. بیطرفی در این سطح یعنی غیر سیاسی بودن. انتخاب نظام سیاسی نقطه شروع سیاست است و اگر اینجا غیبت داشته باشید اصلا از میدان سیاست بیرون رفته اید و اگر هر موضع گیری سیاسی دیگری هم بکنید بی ارزش خواهد بود و بی معنی. نظام سیاسی عنصری نیست که بتوان نادیده گرفت. انتخاب رهبر انتخاب آینده ای است که تدارک می‌بینید. دکتر رامین کامران، نه اون آقای اسم دیگه ای داشت، ایشون نوشته سازمان ایران لیبرال، شادم همون باشه. یک وبسایت خوبی داشت به نام ایران در چنین روزی. یه عکسی بود من قبلا نشون دادم، یه نفر توی آینه داره ریش میتراشه، خودش لاغر و مردنی، اونجا مثلا کوروش یا رستم رو میبینه. اینجا هم این عکس خیلی جالبه، بذارید براتون بزرگتر کنم، گرچه هم الان هم قابل دیدنه. عکس یک سرباز با سایش که روی دیوار افتاده، ببینید این سایه خودش رو وقتی میبینه خودش رو شاه میبینه، در صورت که من و شما که نگاه میکنیم میبینیم که بابا این سربازه ولی خودش رو شاه میبینه. حالا چقدر خوبه چقدر بده من خبر ندارم. خب ضرب المثل اینو اون روز با آقای اسکندری گفتم که آقا شما میگید از دست بایدن من به ترامپ پناه میبرم. حالا بایدن الان 50 سال سابقه کار سیاسی داره، 4 تا فرمول سیاسی بلده. این ترامپ فقط یه شارلاتانیه که پولی هم که از باباش به ارث رسیده همه رو خراب کرده، به همین دلیل الان مجبور شده بیاد تو سیاست تا از این طرف بتونه یه پولی در بیاره. یه ضرب المثلی هست که میگه از ترس عقرب جراره به مار قاشیه پناه میبرن. من اینو هیچ وقت درستش رو نمیدونستم، بعض وقتا میگفتم از ترس مار به افی پناه میبرن. خلاصه اینو دیدم. اینم یه ماجرایی نوشته روی یک بیلبورد.
حقیقت. The only thing that people don't believe. میگه حقیقت تنها چیزی که مردم باور ندارن. درستم میگه، از صبح تا شب این همه دروغ به ما میگن، همه رو باور میکنیم، ولی اگه یک کسی اومد حقیقت گفت اونو باور نمیکنیم. خیلی از دوستان، مخصوصا من هفته پیش یه جایی بودم، طرف گفت آقای بیوانی میگن ما 20,000 دلار تا 30,000 دلار از یوتیوب میسازه. گفتم خب خدا کنه، ولی نگاه کنید دوستان، 4,800 تا نگاه کردن، 11.77 دلار. اون وقت تازه اونایی که میان نگاه میکنن اگه تا آخرش نگاه نکنن اینا اصلا فایده نداره. درست این حرفا بی خود، اگه اینجوری بود هیچ کس سر کار نمیرفت، همه مینشستن از صبح تا شب ویدیوهای یوتیوبی میساختن. و اما میگه آزادی معنی نداره وقتی که زندانی افکار خودتی. باور کنید این پرنده منو درست یاد خودم انداخت و دوستانی که در آمریکا و در اروپا زندگی میکنن. ما درسته که از این قفس که به نام ایران اومدیم بیرون، ولی سرمون توی قفسیه که خودمون این قفس رو برای خودمون نگه داشتیم. حالا شما خودتون رو میبینید یا نه، شما مستثنا هستید، تافته جدا بافته هستید. خب اینو یه بار دیگه هم نشون دادم، بازم نشونتون میدم، لطف کنید از طریق یوتیوب اگر میخواین حمایت کنین. و اما بله دیگه عکسی هم نمونده، یک کتابی هست مال کریم شیره‌ای، فکر کنم 400-500 برگ داره. بله 419، بذار یه عکسی بهتون نشون بدم، 419 صفحه است. خب کریم شیره‌ای میدونید که یکی از کمدین‌های دربار قاجار بوده، و اگر خواستید این کتاب رو روی اینترنت خودتون پیدا کنید، ولی اگه خواستید من براتون بفرستم یه ایمیل بفرستید info@mardomtv.com، چه خوب میشه که بگید 20 دلار 30 دلار 100 دلار 1000 دلارم به تلویزیون مردم حمایت کردم. ولی اگه حمایت هم نکنید، همین که شما وقت بذارید و بنویسید سور ببره من اینو بفرست، منم براتون میفرستم. و اما این نوشتمون تموم شد، همه رو خط زدیم. باز برمیگردم به اون الاغی که با ترس و لرز پیغام میذاره، اونم برای تلویزیونی که میگه آقا بیا حرفتو بزن. یه خانم دیگه ای عکس گرفته بود از معتادات تو تهران که من باورم نمیشه که تو تهران اینجوریه و هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه. معتادین در تهران، من اضافه کردم در دنیا، در آمریکا، در فرانسه. من 4 سال پیش که رفتم فرانسه دوستان، اصلا خانواده تو خیابون زندگی میکنن، دوشک و پتو و چایی و فلان تو خیابون زندگی میکنه. یعنی شما میری شب هتل میخوابی، صبح دوباره اینجاست. حالا کجا جیش میکنه، کجا دستشویی میره، اینا دیگه اون بمانه. میدونید آلمان و فرانسه و اینا معروفن برای بوگند ادرار، از بس خب آبجو میخورن و فلان. البته الان یه سری بهتر شده، یه توالتای ساختن، شما پول میندازی درش باز میشه، میری هر یه نفر که میره و میاد تمام اونجا رو میشوره و اینها. ولی خب کسی که بی خانمانه که پول نداره بریزه داخل اون. و من یه صفحه رو بهتون نشون بدم قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنم و برم، و امیدوار باشم که شما در آینده باز با ما باشید. این برنامه رو اگه از فیسبوک میبینید، شما اگه فالو کنید، لایک بذارید، برنامه های بعدی وقتی برنامه زنده است بهتون خبر میده. اگه از یوتیوب ببینید باید سابسکرایب کنید، و من جدیدن دیدم این دوستان میگن سابسکرایب ها میپره. خب آقا اگه میپره به مردم بگید سابسکرایب نکنن تا یوتیوب یه کاری براش انجام بده. ولی یوتیوب میگه اگه شما سابسکرایب کنید و اون بغل سابسکرایب یه زنگوله هست و اینا، اونم بزنید، هر وقت طرف ویدیوی جدیدی میذاره یا برنامه زنده داره به شما خبر میدن. حالا از همه اینا بهتر اینه که شما هر وقت وقت داشتید چک کنید اون کسایی رو که دوست دارید ویدیوهاشونو ببینید یا حرفاشونو بشنوید. اینم از این و این و این. و اینجا نوشتم لایف فولدر با هایلایت هم زردش کردم که بریم نگاه کنیم ببینیم اونجا چی هست. این دیروز پریروز بود یک خانم ایرانی دوباره رفت به فضا،
و میدونید که ما ایرانی ها وقتی یه نفر موفقه هممون میخوایم بگیم اون مال ماست، اصلا فامیلمونه، دختر خالمونه. شما نمیشناختی، نمیدونستی این خانم یاسمین مقبلی دختر خاله منه؟ ولی وقتی که یه نفر گرفتار میشه، اسیر میشه، آدم میکشه، دزدی میکنه، اصلا میگیم بابا این بیخود گفته ایرانیه، اصلا این یونانیه. میگه در تاریخ آمریکا انگشت‌نگاری این قرمزاخ ترامپ ثبت شد، حتی اگر دوباره انتخاب شود، اگه پول زیاد داشتم این رو به عنوان تبلیغ در سر تا سر آمریکا بیلبورد میکردم. بله، من فکر کنم خود ترامپ میدونه تا روز انتخابات شانسی برای انتخاب نمیمونه، حتی ممکنه اجازه بهش ندن در انتخابات شرکت کنه. به همین خاطر هست که فعلا تا میتونه از هر طریقی پول جمع میکنه. اینم از این. بریم سراغ لایو شو. و میگه که خروج شرکت فرانسوی و هلندی ایران توسعه فرودگاه امام را بر پایه، من این کلمه رو اولین بار تو زندگی میبینم، بر پایه تهاتر نفت به چینی ها واگذار کرد. خب دیگه وقتی 40 چند سال زبان عوض شده باشه و شما هر روز با سر کار نداشته باشی این میشه. نوشته فرودگاه امام خمینی روز یکشنبه در جریان یک نشست خبری با اشاره به این که به دلیل بروز موانعی فاز اول این فرودگاه هنوز به طور 100% تکمیل نشده است، از ساخت یک فرودگاه جدید در قالب فاز دوم فرودگاه امام خبر میدهد. من هنوز این کلمه تهاتر یا هرچی نمیدونم یعنی چی. بذارید من به شما نشون بدم این خبر رو. سلکت ایریا، ما یه ماوس جدید گذاشتیم، ماوس اسلوه، نمیدونم چرا. ببینید این کلمه هست، این نوشته و این کلمه، ببینید بر پایه تهاتر یا نمیدونم. این اشکال زبان فارسیه که من بخونمش ممکن بخونمش تهاتر، شما بخونیش تهاتر، او یکی بخونه تهاترا، هرچی دلش بخواد بخونه. و اما روسیه میگوید آزمایش های ژنتیکی مرگ پروگوژین در سانه هواپیمایی را تایید میکنند. این همون آقایی که نوکر ترامپ بود، آشپز ترامپ بود، بعد یاغی شد، این گونه از بین بردش. مدافعان حقوق بشر گفتن کودکان پناهجو در بریتانیا همراه با متهمان جرائم جنسی زندانی میشوند. دوستان، اینم از انگلستان. اولا پناهنده رو داره میبره توی کشتی رو آب زندگی کنه. طالبان ورود زنان به پارک ملی بند امیر در بامیان را ممنوع کرد. حادثه دیگر برای یک فروند تیلت شدن، یعنی خم شدن و باز شدن، اینا 3 فنگدار دریایی ایالات متحده کشته شدن. این اخبار رو هم از یورونیوز من براتون به اصطلاح خوندم یا بازخوانی کردم. خب این یه چیز بود به اصطلاح توی لایو نگه داشت بودم. بله، در رابطه با این خانمی که چرا نباید برای یاسمین مقبلی یا جزمین مقبلی به اصطلاح خیلی خوشحال باشیم و فکر کنیم که بله اینم مثل فیروز نادری، همین فیروز نادری هم حالا فوت شد رفت، هم شهری هم ما هم بود، یادش گرامی، ولی اینا خودشون ایرانی نمیدونن. دوستان ببین، یک آقایی به نام علی آقا زمانی که مشاور مهاجرت و تضمینی به استرالیا و اعتبار میلیاردی و فلان هست، نوشته چرا نباید برای جزمین یا یاسمین مقبلی، نخستین فضانورد و ماهنورد ایرانی آمریکایی، ذوق مرگ شویم. او به عنوان خلبان جنگنده ارتش اشغالگر آمریکا در افغانستان در بیش از 150 ماموریت جنگی از جمله بمباران مردم مظلوم افغانستان آمریکا، ببخشید مردم مظلوم افغانستان، مشارکت داشته و به این موضوع در مصاحبه ها افتخار کرده است. هیچ افتخاری هم به ایرانی بودنش نمی کند. غرب زده های عزیز، قصه ما این بار را قصه ما این بار را بی خیال طرفداری الکی شوند.
اینایی که پرانتز الکی باز میکنن، مثلا نصف پرانتز داره ولی قبلش پرانتزی باز نشده، شاید علامت خنده و چشم و اینا هست، چون چشم و دوتا نقطه هم یعنی خنده. البته ببخشید پرانتز و دوتا نقطه. البته اینکه یک بانوی جوان به چنین مرحله‌ای از موفقیت با پشتکار فراوان میرسد، چه ایرانی باشد چه آمریکایی و چه هر ملیتی تحسین برانگیز و ارزشمند است. اینم یکی دیگه بود که گفتم بهتون نشون بدم، اینو گذاشته بودم توی لایو. ما یه فولدری داریم به نام لایو فولدر یا پوشه چیزای برق. بله، و در رابطه با جنبش پارسال شما بشنو از این خانم که میگه مهری طالبی مدیر کل بازرسی و ارزیابی وزارت تعاون با اشاره به اعتراضات سال گذشته در جریان خیزش انقلابی گفت فرزندان ما به ویژه در سال گذشته بی مادری خود را فریاد زدند. یعنی مادری نبوده است که به مدل حضرت زهرا به آنها بروز و ظهور و فعالیت اجتماعی را آموزش دهد. ببینید دوستان، شما با اینا میخوای چی کار کنی؟ و حالا یادتون باشه که اینا با تجربه که از پارسال گرفتن امسال آماده منتظر 25 شهریور هستن و ما اینجا میبینیم 25 شهریور فراخوان میده، طرف یه اسم، یه جنبش، یه سازمان، یه شخص رو نمینویسه اون پایین. یادم سالها پیش برنامه‌ای در همین ویرجینیا، یعنی 15 دقیقه با کاخ سفید فاصله داشت در جاده به اصطلاح کمرمندی و چندین نفر اونجا بوده، از آقای حسن ماسالی بگیر، دکتر کی بود، خدا رحمتش کنه، کرمانی بود، نخست وزیر بود یه مدت فکر کنم، عجب یادم میره، آقای بیژن مهر بود، آقای ماسالی گفتم، آقای حسیبی بود، روزنامه اینا بودن، آقایی به نام معلم از نیویورک اومده بود اینا، ولی هیچ که مسئولیت خیلی ها طرف پول داده، زنگ زده، هتل کرایه کرده، مردم رو دعوتنامه فرستاده، ولی نمیاد بگه من مسئول این کارم. میگه اگه یه وقت خراب شد اسم من نباشه، ولی وقتی خوب شد بعد میگه من بودم. این بده. باید یه کسی از اول بیاد جلو بگه من میخوام این کار انجام بدم، یا خوب یا بد. شما نگاه کنید رضا پهلوی و همون چهار تا عقب افتاده‌ای که همراهش بودن، اگه پارسال تو اون جوش جنبش ها اومده بودن، نشسته بودن، میگفتن مردم بیاین تو خیابون، نرین خونه هاتون، ولی همشون رفتن پلوخوری و زن رضا پهلوی مست برقصه و خوش باشه و بره با دوست پسرش و بره نمیدونم فلان، و اون خانم نمیدونم چی بود، نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد و دیگران به فکر پول و به فکر خوشی. حالا امسال هنوزم هیچی نمیگم، برنامهشون چیه؟ چیکار کنن مردم؟ چیکار کنن؟ بازم بیا کشته بدن؟ کم کشته دادن؟ بعد چیکار کنن؟ تو چله این کشته ها برن شرکت کنن؟ دوباره کشته بدن؟ روزگار غریبی است نازنین. این برنامه سوربی با مردم بود، تقدیم به شما. اگه شما فکر میکنید میتونید بهتر برنامه بسازید، خب بسازید. این روزا که با تلفن میگیری، دستت میزنی، برنامه میسازی، دیگه چه مرگیتونه؟ چه عذری دارید که شما بازم برگردیم به اون ترسوی احمقی که صدای خودش عوض میکنه پیغام میذاره؟ خواستم پیغامتو پخش کنم، بعد گفتم نه، اون وقت عادت میکنی، لوس میشی، پیغام میذاری اینجوری. ولی اگه آدم شدی زنگ بزن، شما تلفن بده، بهت زنگ میزنم، تو برنامه بیا، تو برنامه صحبت کن. با این تایمرم میگیریم 10 دقیقه شما صحبت کن، هر مزخرفی که دلت میخواد به این تایمر، اوکی؟ میزنی روشن میشه، بعد ببینید میزنی روشن میشه، بعد میزنی شروع میکنه به شمردن، هر کی دلش میخواد. اصلا روی کامپیوترها همه تایمر داره، میزنی استاپ تایم، ما میگفتیم کرونومتر، نمیدونم کلمه کرونومتر رو از کجا ما ایرانی ها یاد گرفته بودیم، میگفتیم کرونومتر، ولی اینا میگن استاپ واچ. خب اینم از این صحبت دیگه ای من ندارم و نگاه کردم ببینم ایمیلی نیومده. 5 تا ایمیل هست از اینایی هست که میخوان لنز بهت بفروشن، میخوان عینک بهت بفروشن و الی
آخر اجازه بدین همینجا از شما خداحافظی کنیم، بهترین ها رو براتون آرزو کنیم، روز و روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، امیدوارم تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. در ضمن یه عکسی من گذاشتم رو تلویزیون مردم، این مال یه فروشگاه، مال یه نمایشگاه اتومبیل به نام آتو بانک، آقای افشین معلم صاحب اینجاست. اگه میخواید ماشین بخرید، ماشین بفروشید، تعویض کنید، با ایشون تماس بگیرید. بنده هم اونجا کار نمیکنم، نمیخواد زنگ بزنید بگید نمیدونم مأمور جمهوری اسلامی یا فلان. واقعا چقدر حقارت تا کجا. یادم بنده خدا این آقای محمد رفیع که رستوران زعفران گیری رو داشت، که یه احمقی زنگ میزنه میگه سربی اینجور اونجور، بهش میگم آقا هر وقت اومده اینجا نهار مهمون من، میشینیم با هم صحبت میکنیم، تو نهارتو بخور بعد من میام میشینم صحبت کنم. بعد گفته من که اونجا نیستم، من کالیفرنیا هستم. گفت تا اینو گفت بهش گفت آقا دایوس، تو که کالیفرنیا هستی به منی که یه بیزینس رستوران کوچیکی تو ویرجینیا دارم زنگ میزنی راجع به یه کسی که من خودشو میشناسم، برادراشو میشناسم. میگه من زودتر از اینکه سوربی رو بشناسم برادراشو میشناختم تو این منطقه. اون وقت تو میگی این مزدوره، فوش میخواین زنگ بزنید، یا میخواین من بهتون بگم ده یوز قرم سادگی شما راحت بشید برید سراغ کارتون. خجالت آوره. روز روزگار بر اونایی که انسان هستن خوش، به امید اینکه شما هم یواش یواش انسان بشید و از جانور دوپا بودن تبدیل بشید به یک انسان شریف.